بیجس بگن بسیزن کنو استودیو است. یک چند روز قبل برنده شبکه ازبکستان 24 در صحبت با خبرنگاری سامانه کن نقطه اوز آید فعالیت شبکه دولتی نقل نمود که این در حقیقت بیانات فاش کننده وجود داشتن سنزوره در ازبکستان می باشد. خصوصا او بعضی نقطه ها را پیگیری نمود. افسوس که ازبکستان تلویزیونی است ده حاضر سنزوره کچوی. متاسفانه امروز در تلویزیون ازبکستان سنزوره سخت موجود است. ما با سیستم کهنه کار و فعالیت میکنیم. چیزی را دیگرگون کردن مشکل میباشد. ولی از ما طلب میکنند که کار را با زودی و فوراً بجا آریم و در این اسنا موادهای تیار شده را یکچند کس تفتیش مینماید. ولی اگر تفتیش کنندگان با چیزی مشغول شوند، موادها اهمیت خود را گم میکند. ما در خصوص آزادی سخن حرف میزنیم. ولی سنزوره تا حال وجود دارد. مثلا ما اکثر وقت با مبلغ گذاران گزارش تیار میکنیم. وقتی که مبلغ گذاران آیدی مشکلی های روبرو شده اشان نقل میکنند، برای حل این مشکلی ها کمک میپرسند. ما گفته های آنها را در متن با تغییرات ترجمه کرده آواز میدهیم. در نتیجه در ازبکستان تغییرات های بزرگ گذرانیده میشود. من به این خیلی شاد هستم. آیا این دروغ نیست؟ فکر میکنید که انسان ها آن را نمی دونند. انسان ها اینترنت و دیگر منابع را پیگیری می نمایند. آنها خوب می دونند که ما دروغ می گویم و از بالای شبکه خنده می کنند. سیز اوش بو اینترویو زدن که سیزگه اینن اشخان انگزده سلبی مناسبت بود. با سوالی آیا شما پس از چنین بیانات فاش کننده نمی ترسید که از وظیفه سبک دوش می شود؟ او گفت سیوگن فیدایی صفت ده من بنا سدن قرق میمن. همچون انسان همچون خبرنگاری که به کسب خود صادق است نمی ترسم برای گفته هایم از وظیفه سبک دوش گردم. زیرا بهتر است که از وظیفه سبک دوش گردم و نمی خواهم به عذاب وجدان گرفتار شده تا آخر عمرم در نزد تماشابینان گناهکار شوم. ازبکستان ریسپوبلیکاس پریزیدنت تماندن رسمی قسمیات قبول کلش مراسمونو اتکیزمز. محترم شوکت مرامانوشنی قسمیات قبول کلش اچون منبرگه تکلیف اتشگه اجازت برگیسیزلر. باید قاید نمود که پس از به قدرت آمدنی میرزیایف در سال 2016 تا به امروز وضعیت در ساحه حقوق انسان و آزادی سخن چیزی تغییر نیافته است. بز نموشون خلق نلداشمز کری؟ qachongacha bunday holat davom etishi kerak degan savol meni qiynaydi.